سلام دوستای گلم، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. خیلی خوشحالم که پر انرژی و مصمم پای ویدیو نشستین و دارین تنس ها رو پشت هم به اتمام میرسونید. خیلی خوبه که هدفمند دارین ادامه میدین. توی این ویدیو ما میخوایم در مورد گذشته استمراری یاد بگیریم. Past continuous گذشته استمراری که در جدول 12 گانه ما در ردیف 4 قرار داره، یعنی بعد از حال ساده حال استمراری داریم و بعد از گذشته ساده گذشته استمراری داریم. حالا گذشته استمراری چیه و کجا استفاده میشه و چجوری ساخته میشه، چجوری سوال میشه و جواب منفی برش، همه اینا رو ما توی این ویدیو با هم قدم به قدم جلو میریم. اولین کاربرد گذشته استمراری بچه زمانیه که ما در مورد کاری که در گذشته انجام داشتیم میدادیم، یعنی مشغول به انجام کاری در گذشته بودیم و چیزی یا کاری یا عملی در اون تداخل ایجاد کرد، اونم در گذشته، یعنی هر دو در گذشته اتفاق افتاد. پس یکی در جریان بود، یه عملی مانع شد، استاپش کرد، به قول خود انگلیسی ها انرابت شد، یعنی که درش تداخل ایجاد کرد. ما اون عملی رو که همونجوری که در تصویر می‌بینید، عملی که ممتد هست رو ما گذشته استمراری میاریم و عملی که تداخل ایجاد شده گذشته ساده براش استفاده می‌کنیم. مثلا وقتی او تماس گرفت من داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم، یعنی در واقع من داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم که او تماس گرفت. خب یعنی در واقع اون عمل تلویزیون تماشا کردن من بوده که گذشته استمراری بوده و تماس گرفتن اون شخص گذشته ساده بوده. پس I was watching TV when she called. ببینید گذشته استمراری رو از افعال بی به اضافه فعل به اضافه ing میسازیم. Was به اضافه watch که فعل اصلی هست و ing میشه was watching. خب توی ویدیوهای قبلیمونم دیدین که چجوری ساخته میشه. تو ویدیو مربوط به افعال بی هم به راحتی میتونید ببینید که چجوری ساخته میشه was watching استمراریش. I was watching TV when she called. من داشتم تلویزیون تماشا میکردم وقتی که او زنگ زد، تماس گرفت. بنابراین she called گذشته ساده است و was watching گذشته استمراری. استمراری از ظاهرش هم پیداست دیگه، ing داره، یه به شکل مستمر داشته انجام می شده. حالا میریم برای مثالاش. به این مثال توجه کنید بچه ها. When the phone rang, she was writing a letter. وقتی که تلفن زنگ زد، او داشت یک نامه می نوشت. When the phone rang یعنی تلفن وقتی زنگ زد که او در حال نوشتن یک نامه بود. قبل از زنگ تلفن او شروع کرده بود به نوشتن نامه. خب شروع کرده بود به نوشتن نامه. وسط نوشتن نامه او تلفن زنگ میزنه و در واقع استاپ میده بهش. اگه ما اینجا طبق اون ویدیوهای قبلی که بهتون گفتم، نمیخوام پیچیده‌اش کنم، فقط یک کوتاه توضیح بدم، اگه من اینجا when the phone rang بگم she wrote a letter این غلط میشه، یعنی در واقع از نظر گرامری غلط نمیشه، از نظر مفهومی برای ما دیگه اون معنی رو نخواهد داشت. اون وقت به این معنیه که اول تلفن زنگ خورد، بعد از زنگ تلفن چون تلفن زنگ خورد او شروع به نوشتن نامه کرد، پس برای ما بی معنی میشه، هدف و منظور ما رو نمیرسونه. ما میخوایم بگیم که اون شخص، اون خانم در حال نوشتن نامه بود که یهو تلفن زنگ زد. پس تلفن زنگ زدن رو ما باید به شکل گذشته ساده بگیم و نوشتن نامه رو به شکل گذشته استمراری، یعنی was و ing رو باید بدیم به نوشتن نامه و فعل گذشته ساده رو بدیم به زنگ زدن تلفن. اینطوری میشه when the phone rang، رنگ در واقع گذشته رینگ هست، she was writing a letter. Was به اضافه write به اضافه ing. خب مثال بعدی، while we were having the picnic it started to rain. در حالی که مادامی که ما پیکنیک بودیم، تو پیکنیک بودیم، داشتیم وقتمون رو تو پیکنیک می‌گذروندیم،
ناگهان باران شروع به باریدن کرد. باران شروع به باریدن کرد. یعنی ما قبلش پیکنیکمون شروع کرده بودیم، تو پیکنیک بودیم، وسط این پیکنیک ما، وسط این تفریح ما، ناگهان باران شروع به باریدن کرد. پس وقتی باران شروع باریدن میکنه، باران اون عملیه که انرابتش میکنه، باران اون عملیه که تداخل ایجاد میکنه. به خاطر همین ما برای باریدن باران، برای started to rain، started رو گذشته ساده میاریم و برای اون که ما پیکنیک داشتیم گذشته استمراری میشه. While we were having the picnic. While we were having the picnic. That's we're having آوردیم. I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. من داشتم به آیپادم گوش میکردم. بنابراین نشنیدم صدای آژیر آتش رو، یا هم حالا من بر راحتی آژیر آتش رو میگم، آژیر خطر رو، آژیر خطر آتش رو من نشنیدم. I didn't hear. پس اینجا didn't hear رو ما به صورت گذشته آوردیم، نشنیدن رو به صورت گذشته آوردیم، چون که در واقع این عمله که انرابت شده، یا مثلا بین اون عمل گوش کردن ما به آیپاد اتفاق افتاده. به خاطر همین ما اینو گذشته ساده میاریم و اینو گذشته استمراری. بریم مثلا بعدی. While John was sleeping last night, someone stole his car. وقتی که دیشب جان خوابیده بود، در حالی که دیشب جان در حال خواب بود، کسی، شخصی ماشینش رو دزدید. یعنی while، یعنی در طی مادامی که، زمانی که جان خوابیده بود، was sleeping، یعنی از یه وقتی شروع کرد به خوابیدن، همچون خوابیده بود، ماشینش دزدیده شد و اون همچون خوابیده بود و این دزدی وسط خوابیدنش اتفاق افتاد. چون این دزدی وسط خوابیدنش اتفاق افتاد، پس اون خوابیدنه رو ما ماضی استمراری میگیم، یعنی گذشته استمراری میگیم، پس continuous میگیم، و اون عملی که وسط خوابش اتفاق افتاد و گذشته ساده میگیم. استیل میشه دزدیدن، استول میشه گذشتش. و اینجا هم که was sleeping، was به اضافه sleep به اضافه ing. حالا میریم بعدی. Sammy was waiting for us when we got off the plane. سامی منتظر ما بود وقتی که ما از هواپیما پیاده شدیم، یعنی وقتی که از هواپیما در واقع پیاده شدیم، که یعنی به فرودگاه رسیدیم، منظورش اینه got off the plane. ببینید سامی منتظرشون بوده قبل از اینکه هواپیما بشینه. خب وقتی که هواپیما نشست و اونا اومدن، دیدن که سامی اونجا منتظرشون بوده. پس اون عملی که، یعنی پیاده شدن از هواپیما و رسیدن، اون عملیه که بین انتظار سامی اتفاق افتاده، ما بین اون ساعتی که سامی انتظار میکشیده اتفاق افتاده. پس اون عمل سامی باید گذشته استمراری بیاد و عملی که ما انجام دادیم باید گذشته ساده بیاد. پس was waiting برای سامی میشه و got off برای we میشه. we got off، get off بوده شده got off گذشته شده، و اونجا سمیم میشه was waiting. was به اضافه wait به اضافه ing. خب حالا بریم مثال بعدی. While I was writing the email, the computer suddenly went off. وقتی که داشتم ایمیل میبشتم، یهو کامپیوترم خاموش شد. خب حالا اینجا خیلی مسلمه دیگه، یعنی خیلی مشخصه. من داشتم ایمیل مینوشتم، یهو کامپیوتر خاموش شد. کامپیوتر خاموش شد، خاموش شدن کامپیوتر ناگهان وسط نوشتن ایمیل من اتفاق افتاد. پس نوشتن ایمیل من ing دار میشه، میشه گذشته استمراری، past continuous میشه was writing، و وقتی که کامپیوتر خاموش شد میشه went off. برای خاموش شدن کامپیوتر یهو مثلا خاموش شدنش ما go off استفاده میکنیم، که تبدیل به گذشته میشه، میشه went off. go off بوده شده went off. خب حالا بریم کاربرد دومش ببینیم چی هست. زمانی که توی یه زمان خاصی در گذشته ما مشغول به انجام کاری بودیم. این قسمت دوم خیلی ساده است. مثلا
ما یه تایمی، یه زمان مشخصی رو اعلام میکنیم، بعد میگیم که تو اون زمان مشخص در حال انجام چه کاری بودیم، داشتیم چی کار میکردیم، اون داشتیم چی کار میکردیم، و ما باید گذشته استمراری بگیم و اون زمان مشخص رو اعلام کنیم. مثلا میگیم دیروز ساعت 9 من داشتم درس میخوندم، دیروز ساعت 12 من داشتم نهار میخوردم، یا مثلا سه شنبه گذشته در ساعت مثلا 7 غروب من داشتم پیاده روی میکردم. به طور مثال به فارسی براتون توضیح دادم. وقتی میگم داشتم که این کار رو میکردم، یعنی باید گذشته استمراری برش استفاده کنم. حالا به این مثال توجه کنیم. دیروز ساعت 9 آلفرد داشت در کلاس تدریس میکرد. ساعت 9 یه ساعت مشخص گذشته است و عمل آلفرد یک عملی که در اون لحظه استمرار داشت. در اون لحظه ساعت 9 استمرار داشت. داشت انجام میشد. پس yesterday at 9 a.m. رو میگیم، بعد اون عملی که در اون ساعت استمرار داشت. Alfra was teaching in the class. یا برعکس، Alfra was teaching in the class yesterday at 9 a.m. Alfra was teaching in the class yesterday at 9 a.m. به همین صورت که میبینید کامل و خیلی مشخص و واضح. خب حالا بریم به مثالهاش. Last night at 6 p.m. زمان رو اعلام کردیم، زمان مشخص رو. بعد حالا چی؟ در اون لحظه ما داشتیم چی کار میکردیم؟ I was eating dinner. من داشتم شام میخوردم. پس ما استمرار شام خوردن ما یک عملی که استمرار داشته در اون لحظه در ساعت 6 غروب دیشب. At midnight we were still driving through the desert. نصف شب ما همچنان داشتیم، still یعنی همچنان، we were still driving، همچنان داشتیم through the desert، در میان با بیابان رانندگی میکردیم، از یعنی جاده بیابونی رانندگی میکردیم. At midnight در واقع یک ساعت و دقیقه مشخصی که ما داریم اشاره میکنیم. were driving همون چیز هست، گذشته استمراری هست که گفتیم که ما در یک ساعت مشخصی در مشغول به انجام یک کاری بودیم. اما still قید هست و بین افعال بی و فعل اصلی ما اومده. Today we were still driving. در واقع الان اگه بگیم at midnight we were driving through the desert، یعنی که تاکید نمیشه به اینکه ما خیلی زیاد داشتیم این کار میکردیم و همچنان داشتیم این کار میکردیم، تاکید نمیشه بهش، ولی جمله غلط نمیشه. خب پس we're driving یعنی ما داشتیم در نصف شب همچنان در حال انجام رانندگی بودیم. Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. دیروز در همین لحظه، در همین لحظه یعنی که این ساعتی که الان هست، مثلا ساعت 5 عصر، همین ساعت 5 عصر دیروز، I was sitting at my desk at work. من پشت میز خودم داشتم کارامو انجام میدادم. I was sitting نشسته بودم، در حال نشستم پشت میزم بودم سر کار، معنیش این میشه. پس اون زمان که هیچی کاملا مشخصه، yesterday at this time زمانشه، عملی که من داشتم انجام میدادم was sitting، اینو به گذشته ساده ما میگیم، ببخشید گذشته استمراری. Last month at this time I was packing my suitcase. ماه گذشته همین ساعت من داشتم سوتکیسم و یعنی چمدونم رو میبستم. پس اون ماه گذشته که زمانه، was packing میشه گذشته استمراری که با was و pack و ing میاد. خب Last Friday Alfra was going to cinema at 6 p.m. جمعه گذشته آلفرا داشت میرفت به سینما ساعت 6 غروب. بعد دقیقا داریم میگیم که در ساعت 6 غروب جمعه گذشته آلفرا داشت چی کار میکرد؟ was going to cinema، داشت میرفت به سینما، داشت یه عملی رو انجام داد در همون ساعت خاص. پس گذشته استمراری. Last Wednesday I was getting ready to come here. Last Wednesday I was getting ready to come here. چهارشنبه گذشته من داشتم حاضر می شدم که بیام اینجا. یعنی من الان اینجا هستم، ولی هفته پیش چهارشنبه نبودم. ولی اون لحظه داشتم حاضر می شدم که بیام. پس این که عمل من در
این عملی که دارم روش تاکید میکنم در چهارشنبه هفته گذشته استمرار داشته. پس میشه I was getting. خب حالا کاربرد سومش کجا و کیا؟ وقتی که میخوایم دو یا چند عملی رو در گذشته انجام شده با هم بگیم، در موردش صحبت کنیم، تعریف کنیم که اون دوتا عمل همزمان در گذشته با هم در حال استمرار بودن، در حال انجام شدن بودن، جاری بودن. مثلا وقتی اون داشت دوش میگرفت من داشتم تلویزیون تماشا میکردم، یعنی اون داشت دوش میگرفت و من داشتم تلویزیون تماشا میکردم، هر دو همزمان داشتیم یک کاری رو به شکل مستمر انجام میدادیم. I was watching TV when she was taking shower. Was watching and was taking. خب حالا به مثالا توجه کنید. I was studying while he was making dinner. من داشتم درس میخونم در حالی که اون داشت شام درست میکرد. هر دوتا به یک شکل. Was studying, was making. هر دوتا به یک ساختار اومده. While Ellen was reading, Tim was watching television. وقتی Ellen داشت مطالعه میکرد، تیم داشت تلویزیون تماشا میکرد. Was reading, was watching. Yesterday at this time, I wasn't paying attention while I was writing the letter. دیروز همین زمان من هیچ توجه نمی کردم و داشتم نامه می نوشتم. یعنی اون توجه نکردنش استمرار داشت و نامه نوشتنش هم بود. Wasn't paying attention, was writing. بعدی، Thomas was working and I was sleeping. توماس داشت کار میکرد و من در حال خوابیدن بودم، یعنی خوابیده بودم. They were eating dinner and he was watching them. اونا داشتن شام میخورن و اون پسر داشت نگاهشون میکرد، تماشاشون میکرد یا میپاییدشون به این شکل. They were eating dinner and he was watching them. Were eating and was watching هر دوتاش به یک شکل اومدن، به یک ساختار اومدن. حالا مورد چهارم، چه زمانی استفاده میکنیم از گذشته استمراری؟ زمانی که بخوایم یک محیط رو توصیف کنیم که در اون هر کسی مشغول به انجام یک کاری بوده یا هر چیزی مشغول به انجام یک کاری بوده. من داشتم چای مینوشیدم و برای روز تولدم برنامه‌ریزی میکردم. I was drinking tea and making plan for my birthday. یعنی دارم اون لحظه رو همزمان توصیف میکنم. یا مثلا میتونم بگم من داشتم چای می‌نوشیدم، او داشت برای روز تولدم برنامه‌ریزی می‌کرد و مادرم داشت غذا درست می‌کرد. ما این سه تا حرکت رو، هر سه تا رو توی یک محیط داریم می‌بینیم که داره اتفاق می‌افته در گذشته. یعنی داریم توصیف می‌کنیم که این سه تا حرکت در گذشته داشته همزمان اتفاق می‌افتاده. من داشتم چای می‌نوشیدم. I was drinking tea and she was making plan for my birthday and my mother was making dinner. When I walked into the office, وقتی که من به اداره رسیدم, several people were busily typing. تعدادی از افراد به شدت مشغول تایپ کردن بودند. Some were talking on the phones. بعضی ها داشتن با تلفن صحبت میکردن. The boss was yelling. رئیس داشت داد و بیداد میکرد. And customers were waiting to be helped. و مشتری ها منتظر بودن که یکی به دادشون برسته. یکی بیاد کمکشون. One customer was yelling at the secretary. یکی از مشتری ها داشت به منشی داد و بیداد میکرد. And waving his hands. و دستاش رو تکون میداد. Others were complaining to each other about the bad service. و اونای دیگه داشتن شکایت میکردن به هم دیگه در مورد سرویس بد، یعنی خدمات بدی که ارائه میشد. تمام اینها اگه به توجه کنید ببینید که فعل با ing اومده و افعال بی که was و were هست، یعنی در گذشته افعال بی که میشه was و were. و همه اینها داره در واقع یه جورای محیط رو برای ما توصیف میکنه. ما میتونیم تصور کنیم که شخص داره چه محیطی رو توصیف میکنه. حالا میریم به مورد پنجم. مورد پنجم توصیف عملیه که در گذشته به شکل نامطلوب و آزاردهنده تکرار میشده. مثلا میگیم اون همیشه به من قلدری میکرد. در واقع بار منفی داره بچه ها. اینجا وقتی always و constantly میاد
حتما بار منفی داره. Always و constantly با گذشته استمراری. He was always bullying me. او همیشه به من قلدری میکرد. ما ببینید به حالت گله شکایت گونه در این جمله منو بیان میکنیم. به این مثالا توجه کنید. She was coming to the class late. She was always coming to the class late. این دوتا معنیش با هم فرق داره. وقتی میگیم she was coming to the class late یعنی اون در حال اومدن به کلاس بود و دیر شده بود. یعنی دیر داشت به کلاس میامد. خب یه خورده میشه ناجوره، درست در نمیاد. ولی وقتی میگیم she was always coming to the class late یعنی اون همیشه دیر به کلاس میامد. بار منفی داره. He was constantly talking. He was talking بار منفی نداره. اما he was constantly talking بار منفی داره. یعنی مدام حرف میزد. He annoyed everyone. او باعث آزار دیگران شد. I didn't like them because they were always complaining. من دوستشون نداشتم. در اینکه اونا همیشه شاکی بودن. اگه بگم they were complaining اشکالی نداره. معمولیه. اونا داشتن شکایت میکردن. اما وقتی بگم they were always complaining یعنی ناله دارم از وضعیت. شاکیم. ناراضیم. He was playing with his phone all the time. He was playing with his phone. داشت با تلفنش بازی میکرد تمام مدت. All the time. They were always criticizing their child. اونا همیشه بچه هاشون رو سرزنش میکردن. She was constantly making noise during the meeting. تمام مدت در طول جلسه اون داشت ایجاد سرصدا میکرد. نویز میکرد. Was making idea و وقتی was constantly making میاد یعنی بار منفی داره. حالا سوال ساختن چجوری؟ خیلی ساده، فقط جای was و were رو با فاعل عوض میکنیم. مثلا I was watching TV میشه were you watching TV؟ حالا بقیه جمله بلا بلا بلا. I was watching TV when the earthquake started. Were you watching TV when the earthquake started? تمام. She was playing football when he broke his leg. اون داشت فوتبال بازی میکرد وقتی که اون پسر پاش شکست. He broke his leg. خب حالا در واقع اینجا سارا هست. دوباره تکرار میکنم. سارا was playing football when he broke his leg. سارا داشت فوتبال بازی میکرد وقتی که اون پسر پاش شکست. Was Sara playing football when he broke his leg? Alfra was reading a book while he was waiting. Was Alfra reading a book while he was waiting? تمام. ببین فقط جای اینا جا به جا میشه. به شکل ضربدری نگاه کنید. به شکل ضربدری جا به جا میشه. They were listening while he was talking. Were they listening while he was talking? He was watching the film while he was cooking. Was he watching the film while he was cooking? یعنی جای was و he جا به جا شده همین. He was watching the film while he was cooking. Was he watching the film while he was cooking? فقط جای was و he جا به جا شده به همین شکل به شکل ضرب دری. خب بچه ها امیدوارم که درس امروز براتون ساده و آسون شده باشه، یاد گرفته باشید. خونه چهارم هم امروز به پایان رسید، یعنی گذشته استمراری، past continuous. موفق و معید باشید. حتما توضیحات نوشته شده در زیر ویدیو رو بخونید و اگر سوال دارید کامنت کنید، اگر نظری دارید کامنت کنید بپرسید و سابسکرایب و لایک های شما باعث میشه که ما بتونیم ویدیوهای بهتر، موفقتر و بیشتری بر شما بسازیم. به هر حال از اینکه ساعتی رو با ما بودین ازتون ممنونیم. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. معید باشید.